بهرنگ، آقای اسماعیلیون به چه انگیزه ای از این سمت کنارگیری کرده؟ بله، همونطور که اشاره کردی پیام، امروز بیانیه‌ای که انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی صادر کرد، خبر از کنارگیری حامد اسماعیلیون دبیر و سخنگوی این انجمن داد و آقای کوروش دوستشناس رو به عنوان سخنگوی این انجمن معرفی کرده. و خب در ماه‌های آینده بعد از برگزاری انتخاباتی که در این انجمن برگزار خواهد شد، در واقع دبیر این انجمن معرفی خواهد شد. در مورد پرسشی که داشتی در مورد انگیزه کنارگیری حامد اسماعیلیون، من فکر می‌کنم که بهترین کسی که می‌تونه اینجا پاسخ بده خود حامد اسماعیلیون هست. آقای اسماعیلیون، ممنون که وقت خودتون رو به ما دادید. آقای اسماعیلیون، به چه انگیزه ای شما بعد از تقریبا چیزی بیش از 3 سال این انجمن رو در واقع کنارگیری کردین از سمت سخنگویی و دبیری این انجمن، به چه انگیزه ای هست؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان شما. ابتدا هم درزی می‌کنم با جامعه معلمین و همه کسانی که والدینی که امروز در اعتراضات شرکت کردن در ایران، و خودم در کنارشون می‌دونم. به هر حال بعد از شروع انقلاب زن، زندگی و آزادی در ایران، شرایطی به وجود اومد، خواستهایی از سوی افکار عمومی مطرح شد و بنابراین در یک پروسه نسبتاً طولانی در گفتگو با خانواده‌هایی که در انجمن هستن، هیئت مدیره انجمن، ما مشغول کار تیمی بودیم در تمام این سال‌ها، به نظر رسید که من برای فعالیت‌های گسترده‌تر بهتره که در واقع سخنگویی رو با آقای کوروش دوستشناس بسپارم و در جای دیگه فعالیت داری بود. آقای اسماعیلیون، آیا این فشار از جانب خانواده ها در انجمن بوده که باعث شده شما از این سمت کنارگیری بکنید به خاطر فعالیت های سیاسی که در کنار انجمن داشتین انجام میدادی؟ ببینید، مجموعه‌ای که در انجمن وجود داره یک مجموعه کاملا دموکراتیک است. ما با خانواده ها مرتب صحبت می‌کنیم و ابدا فشاری نبوده از سوی خانواده ها، بیشتر هم فکری بوده و اینکه چطور ما میتونیم بیشتر در کنار انقلاب ایران باشیم. بنابراین یک تصمیم جمعی است و این آزادی عمل رو هم به من دادن که بتونم کفتن تصمیم بگیرم و نهایت. آقای اسماعیلیون، آیا شما در حالا این کنارگیری که صورت گرفته، آیا نقش دیگری به غیر از دادخواهی برای خودتون در آینده متصور هستید؟ من همیشه گفتم خودم رو یک فعال حقوق بشر، یک فعال مدنی می‌بینم. اگر بتونم نقشی ایفا بکنم در سازماندهی گروه‌هایی که علیه جمهوری اسلامی می‌جنگن در خارج از کشور، خوشحال میشم بتونم کمک بکنم. ولی نهایتاً همیشه هم گفتم نه نگاهی به قدرت دارم و نه چیز دیگر. امید من به اجرای عدالت و آزادی در ایران. آقای اسماعیلیون، آیا فکر نمی‌کنید که ترک شما به عنوان دبیر و سخنگوی انجمن در روند کاری که انجمن داشته انجام میداده اخلالی وارد بکنه؟ نه، اصلا من نگرانی ندارم. من اصلا عضو هیئت مدیره منطقه هستم، 9 نفر عضو هیئت مدیره خانواده ها هستن و ما در تمام این سال ها در کنار هم به عنوان یک گروه، یک تیم کار کردیم. پرونده میدونیم که در تابستان امسال امیدواریم به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه بره. این پروسه رو همچنان در کنار سایر خانواده ها دنبال خواهم کرد و من مطمئنم که روز عدالت علیه کسانی که پرواز پیس 752 رو سرنگون کردن اجرا خواهد. بله، ممنون از شما آقای اسماعیلیون که وقت خودتون رو به ما دادین. پیام، بله، همونطور که حامد اسماعیلیون دبیر سابق و سخنگوی سابق انجمن خانواده جانباختگان اشاره کرد، در واقع در ماه‌های آینده انتخاباتی برگزار خواهد شد و دبیر انجمن خانواده جانباختگان رسما به در واقع تمام کسانی که عضو این انجمن هستند و سایر مخاطبان اعلام خواهد شد. من این رو هم باید بگم که در واقع فعالیت‌های حامد اسماعیلیون در ماه‌های گذشته فراتر از اون چیزی بوده که در ظرفیت انجمن خانواده‌های جانباختگان قرار می‌گرفته و خب بسیار این وقت‌گیر بوده و امیدوارم که ما در روزهای آینده خبرهای مختلفی رو از فعالیت‌هایی که آقای اسماعیلیون و کسان شخصیت‌های سرشناس سیاسی که دارن همکاری با هم می‌کنن بشنویم.